بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم میکنم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و رحمه الله. خب مجددا تسلیه درس میکنم. فرا رسیدن ایام سوگواری بی بی دو عالم صدیقه شهید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران علل خصوص به پیشگاه مطهر و مقدس آقا صاحب الزمان و امام رضا علیهما سلام. خب ما دیشب صحبت کردیم در رابطه با مقام حجیت حضرت زهرا کی حضرت زهرا سلام الله علیها. حجت خدا بر حجج الهی بودن و آن حجج الهی بر ما حجتن. بحث کردیم که این مقام حجیت الهی بخشش علمی بود، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها واسطه دریافت علم و اخذ علم امامانه. بحث کردیم در رابطه با این که اصلا یک جاهای اهل بیت امامتشون رو وامدار از زهران، اگر نمی بود چیزی تحت عنوان امامت نمی بود که بخواد به آرام آرام به امام بعدی برسه. اینکه خداوند به حضرت، بعضی شاید این سوالو بپرسن که آقا چرا پدر پسری داره به ارث میرسه؟ این همون سیستم سلطنتی نیست؟ اصلا خدا گفته در مورد خاندان ابراهیم میخوام سلطنتی باشه. آیه قرآنه، میگه آل ابراهیم. حضرت ابراهیم پیغمبره، بعدش کی میشه پیغمبر؟ بنی اسرائیل هستم میگم، اسحاق پسرش نیست؟ بعدش یعقوب پسر او نیست؟ بعدش یوسف پسر او نیست؟ یا بعد از حضرت موسی پیامبران را همه را در بنی لاوی قرار داد، فرزندان لاوی. بنی لاوی رسید به حضرت موسی و حضرت هارون. جالبه بدونید پیامبری در بنی لاوی که دوتا شاخصه مهم داره، که حضرت موسی و حضرت هارون، فرزندان لاوی که 12 تا پسر حضرت یعقوب. دقت کنید بعد از او، بعد از حضرت موسی از طریق فرزندان حضرت موسی ادامه پیدا نکرد، آمد از طریق پسران چی؟ هارون ادامه پیدا کرد. یعنی عین عبارت تورات. این یکی دیگه از شباهت‌های امیرالمومنین که هارونه. من یه وقتی احصا کردم شمردم نزدیک 30-40 تا شباهت پیدا کردم که تا همون کتاب هارون امت آوردن. خدا فعلا صلاح نیست پخش بشه. وصیت هم کردیم یکی از علما دادیم اینو، گفتیم اگرم خواست پخش بشه دست تو باشه، با حذفیاتی با چیزی دیگه خودت میدونی. اگرم یه روزی بخواد تام کشور خودم چاپ بشه قطعا اون حذفیات خواهد داشت. منتها همون با حذفیاتش نکاتو الحمدلله لطف از زهرا به ما بوده. نکات خاصی جمع شده چون خیلی از عزیزان که بحث کردن رو تورا تسلط نداشتن. این اون طرف خوب خبر نداشتن. اگه اون طرف خوب میدونستن که بذاری بحث برشون حل میشه. حالا بگذاریم. خدا خواسته به این خاندان بده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. من خواستم به آل ابراهیم بدم. رفتن آیه اسم آل ابراهیم میاره. میگه من خواهم به آل ابراهیم بدم. به شما چه حسودی میکنید؟ ببین شایستگی داره یا نداره. صرف فرزند امام بودن شایستگی نمیاره ها. جعفر کذاب هم بچه امامه. برعکس جعفر کذاب هم حسودی میکنه با آن شاخه خاص. گفتم اصلا جریان انحرافی تاریخ همیشه با کاندیدای خدا مشکل داشت، با منتخب خدا مشکل داشت. شیطان به آدم حسادت کرد، قابیل به حابیل، که چرا او منتخب شد، چرا قربانی او پذیرفته شد. همینطور آمد بقیه به نوح، در ذریه نوح بقیه به آل ابراهیم، در ذریه آل ابراهیم آل اسحاق به آل اسماعیل، بنی اسرائیل به بنی اسماعیل، در آل اسماعیل غیر عدنانی به عدنانی آمد، غیر قرش به قرش، غیر بنی هاشم به بنی هاشم آمد، پایین‌تر بچه نوادگان امام حسن به امام حسین. نکه بخوام این فرزندان امام حسن بد بودن، نه، سید الکریم شاه عبدالعظیم حسنی امام حسنه، اما یه عده‌ای در اومدن حسادت کردن مثل محمد نفس زکیه، محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، او حسن دومی امام حسنه، گفتن مایی. آمد تو خود بنی الحسین امثال کیا در اومدن؟ جعفر کذاب.
یعنی همینطور مثل یه درختی که یه شاخه ریزتر میشه میره بالاتر، بقیه شاخه به اون شاخه اصلی حسادت کردن، برخی از بقیه شاخه، بعضی از بقیه شاخه هم چیکار کردن؟ خدمت گذاری کردن. تو خود بنی هاشم، بنی العباس و بنی علی حسودی کردن، خلافت رو ندادن، به اسم اونا قیام کردن، برای خودشون گرفتن. خدا خواست این رویه پیش بریم، گفت به کسی چه. اما اون شجره، اون که دیگه میوه بده دیگه پخش بشه، گفت از زهرا ببده، کسرت از زهرا ببده. علی ابن ابی طالب لازم است تا زهرا بتواند کسرت خودش را نشون، بتواند درخشندگی داشته باشه. میگه هم کف و هم بودن دیگه ها. اگر امیرالمومنین نمی بود، حضرت زهرا هیچگاه ازدواج نمی کرد. دقت کنید، امیرالمومنین بعدش ازدواج بگید کرده، اما اون اولاد مثل اولادی که حضرت زهرا سلام الله علیه داشته نیست. اشتباه نکنید، حضرت زهرا عین پاکی و عین نور بود، فقط امیرالمومنین میتونست باشه زواج. اصلا یک ساقه‌ای بود که از سر زمانه گذشت، یه هدیه الهی بود آمد که حجت رو تمام کنه و بره. حتی حضرت زهرا باید شهید میشد، باید شهید. اگر زنده میمون چی میشد؟ قبه شکسته بود، یه بار حمله کردن، دفعه دوم آروم آروم قبه چیکار میکردن؟ میشستن، باید شهید میشدن. فلذا چه کرد؟ بچه ها جمع کرد دورش، گفت آمین بگید. گفت رفتنم برای امامت، بگید، برای که حجت تمام کنه بر تاریخ، بهتر است از ماندنم. هرچند خیلی امیرالمومنین اذیت شد بعد از زهرا، حالا اینو بیشتر توضیح میدم، خیلی اذیت شد، اصلا به مخیلتون نمیگوند. اصلا امیرالمومنین میفهمد، میگه من از بعد رسول الله همیشه مظلوم بودم، روزی بر علی نگذشت که به من ظلم نکنه، علل خصوص بعد از حضرت زهرا، چون میگفتن دیگه شما ذوی القربا نیستی، تو عامل پیونده دو پیامبر که دامادش بودی گسست دیگه، برو پیکارت. یعنی حضرت زهرا یک دلیل بود که خیلی دهنا رو بسته بود، اما باید به شهادت حتی حضرت زهرا میرسید. ببین، امام حسین باید شهید میشد تا ابد حق و باطل اصلا چی بشه؟ جدا بشه، برای این واسطه. اما در زمان امام حسن این اتفاق نمی افتاد، خون امام حسن باید ریخته می شد. امام حسن می زد یک کربلا درست می کرد، خونش بلا فاصله بعد از خون امیرالمومنین دیده نمی شد، چون حضرت علی بیشتر تو چشم بوده دیگه، شهید شده بلا فاصله امام حسن هم قیام کنه شهید بشه، بعد از خون امیرالمومنین دیده نمی شه. شما میری کربلا، این همه امامزاده، اما امامزاده های کربلا رو نمی بینی. برای چی؟ برای که خورشیدی مثل امام حسن می درخشه. باید یه 15 سالی میگذشت به مردم اثبات میشد این معاویه شجره ملعون است، بعد قیام امام حسین، باید اثبات میشد این زد زیر تمام عهدایی که بسته بود، بعد باید قیام صورت میگرفت. ادامه بدیم بحثو. خداوند متعال وقتی میخواد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بحث بکنه، سخن از مریم مقدس میاره و با شباهت هایی که با حضرت مریم سلام الله علیها داره ماجرا رو شرح میده. اصلا سوره مریم زکریاش آقا رسول الله، یحییاش آقا ابا عبدالله، حضرت مریمش بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است و مسیحش مهدی علیه السلام. خدا در قالب اینا می صحبت. شما الان هر شبهی در مورد محتویت صحبت بکنم، ابو سوره مریم جوابتو میده. بگو چطور یه نفر در کودکی به امامت میرسه؟ میگم لااقل 5 سالگی به امامت رسید. اینجا که میگه به دنیا اومد من پیغمبرم. به دنیا اومد که حرف بزنم من پیغمبرم، کتاب دارم. چرا حضرت مهدی اینقدر عمر میکنه؟ به اون دلیلی که عیسی بعد اومد. قرآن اگه قبول داری بس، قرآن اگه قبول نداری خب چیز دیگه است. اول قرآن برات اثبات میکنم، بعد میام اینا رو بحث میکنم. جالبه اولین مبلغ حضرت مسیح مریم است. اولین مبلغ حضرت مسیح مریم است، مریمی که مطهره است. ببین چی میگه، و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک،
و تحرکه، تو رو متحر کرده، تو متحره ای، تو قدیسه ای، تو پاکی، ای مریم تو عین نوری. و استفاک علی نساء العالمین، بر کل زنان جهانیان تو را برتری داده، انتخابت کرده. عالمین در زمان خودش در مورد حضرت زهرا فرمود سیدت النساء العالم من الاولین الی الاخرین فی الدنیا و الجنه. خیلی مقام وسیعه. بعد چه کسی باید بیاد صحبت بکنه از حضرت مسیح؟ یک کسی که به پاکی میشناسنش. معلم حضرت مریم کیه؟ خود قرآن میگه، حضرت زکریا میگه او معلمش بود. معلم حضرت زهرا کیه؟ خود رسول الله. ببین عزیز دلم، الان میگه آقا آیت الله العظما فلانی شاگرد سید علی قاضی بزرگ طباطبایی بوده، همین که میگه شاگردش بوده چی میاره؟ شأنیت علمی میاره بر طرف ها؟ میگه نفر اول خلقت هستن، انس، جن، قبل، بعد، تمام اشرف مخلوقات، آقا رسول الله معلم این بانو بوده. بعضی متوجه نمیشن، میمون حضرت عباس، حضرت عباس می چند تا امام درک کرده؟ از هر کدوم چهار تا کلمه یاد گرفته باشه؟ افقه الفقه هاست. حضرت زینب نامش رو آقا رسول الله گذاشت، امیرالمومنین درک کرد، درس یاد گرفت. حضرت زهرا رو درک کرد، درس یاد گرفت. امام حسن رو درک کرد، درس یاد گرفت. امام حسین رو درک کرد، درس یاد گرفت. امام سجاد رو درک کرد، درس یاد گرفت. امام باقر هم دید، منتها تا امام سجاد زنده بوده و بعد از حضرت زینب به شهادت رسیده، الله میگه من مقام امامت امام باقر نرسیده بوده. 5 تا معصوم امامشن، چی میگه؟ حبر الامه عبدالله ابن عباس میگه، ابن عباس معروف، وقتی اینا وقتی میگیم حبر الامه یعنی شیعه و سنی اینا میگن ها، وقتی میخواست از حضرت زینب حدیث نقل بکنه میگفت قالت عقیلتنا، گفت عقیله ما، عقل کل ما، عقل کل همه ما. مردم میفهمیدن منظور از زینب است. قالت سیدتنا، خانم ما گفت. میفهمیدن منظور روایت از حضرت زینب. جالب، حضرت زینب تو همون کوفه تفسیر قرآن درس میدادن، تفسیری که از امیرالمومنین و حضرت زهرا یاد گرفتن ها، از امام حسن مجتبی یاد گرفتن، داشت تفسیر درس میداد. امیرالمومنین وارد شد، به احترام امیرالمومنین سکوت کرد، سوره مریم هم داشت درس میداد، سکوت کرد. امیرالمومنین فرمود این کاف ها یا عین صاد و تفسیر نکردی یا زینب؟ گفت از حروف مقطعه است، رمزی است بین خدا و رسولش. آهی کشید امیرالمومنین، اشک از گونه های مبارکش جاری شد، گفت داستان توه. گفت داستان خودتو تفسیر نکردی؟ باز نکرد. اینو کی باز میکنه؟ امام زمان در حدیث دیگر. اون دو نفر که از قوم وجوهات بردن خدمت امام حسن عسکری، میگه بچه 3 ساله کنار امام بود، تو 3 سالگی تفسیر اینو برای ما گفت، که گفت کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت العطره، عین یعنی عطش، یا یعنی یزید، کاف ها یا عین صاد، یا یزید عین عطش صاد صبر. صبرش مال زینبه. گفت داستان خودتو تفسیر نکردی. ما بعضی وقتا یادم میاد در مورد کیا داریم صحبت میکنیم. گفتیم آیت الله العظما فلانی شاگرده به همان بوده، چقدر شأنیت علمی میاره؟ 5 تا ولی معصوم رو درک کرده. مریمی که خدا میگه ما پاکت کردیم. میدونی مادرش چی خواست دیگه؟ گفت یه پسر به هم بده، یه پسر بده غلام خونت باشه، امرأة عمران. خدا بهش پسر نده، چی بهش داد؟ دختر. دخترم تو فقه یهود، تو مسجد راش، تو بیت المقدس را نمیدادن. همین الان هم تسره همین دعواه که نمیخوام من کنار دیوار ندبه نمیذارن خاخاما، را نمیدادن. این یک نفر اجازه داشت فقط وارد بشه. ببین چی شد که دهن خاخاما بسته شد.
چه کراماتی از حضرت مریم دیدن. اما بازم همینجور نکته خدا به ما میفهمونه، خیلی نکات میگه. رفت به مکان شرقی، خدا بهش گفت برو از بیت المقدس بیرون وقتی میخوای بچه تو به دنیا بیاری. به فاطمه بنت اسد سلام الله علیها گفت بچه تو میخوای به دنیا بیاری، بیا تو. گفت بیا تو خونه. حاکم نیشابوری تو مستدرک جلد 3 اینو نقل کرده. خیلی از این وهابی‌ها خبر ندارن، گیر میدن آ کی گفته تو خونه فلان، میگه بابا کتابتون نوشت. آیت الله قزوینی فهمیدم من کنار خونه کعبه نشسته بودم، اومدم به من گیر دادن آ شما مشرکی دین حرفا. گفتم چی شده؟ گفت اینو گفتم اگه اینجوری باشه که حاکم نیشابوری مشرکی، یعنی حاکم نیشابوری اینو گفته بود. من فردا همین موقع اینجا رفت اومد، آقا ما نمیدونستیم، ما اینو دیدیم الان کل فرمولایی که تو مخمون چپوندن ریخته به هم، فنرمنه رو در رفت. ولی وقتی یک ساختار فکری میسازی یه دونه پارادوکس میبینه همه فنر رو در میره. مریمی که متحره، میگه متحرت کردیم. ببین تحرکه، کی تحره؟ خدا. ان الله هست تفاکه و تحرکه، یعنی تو پاک شده هستی. در مورد اهل بیت چی فرمود؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نه تطهیر عادی. پا همین که بگی یطهرکم تازه این میشه این ماجرای مریم. بعد میگه یطهرکم چی؟ تطهیرا مفعول مطلق میاره، یعنی پاک کردنی، پاک کردنی که دیگه اصلا ترک اولا هم شما نمی کنید، ترک اولا هم شما نمی کنید. حضرت مریم رو میگه مطهره، حضرت زهرا رو میگه مطهره. این قرآن خیلی قشنگ داره داستان. اولین کسی که میاد کار سختر هم بهش میگه انجام بده دیگه، به مریم مطهره. مینه آیه قرآنش خیلی عجیبه، وقتی اینو دید بچه رو تو بغلش وقتی به دنیا آوردن گفت ای کاش من میمردم، متو بگوش میمردم، نسیان منسی یا فراموش میشه، اصلا یادش میرفت مریمی از خدا این چه ننگی بود، من برم چی بگم با این بچه؟ خدا نگفت حالا بشین ولش کن نمیخواد بری، بزرگش کن بعدا میاد پیغام. گفت باید بری توشون، گفت لاقل دفاع کنم حرف بزنم. گفت حقا حرف زدنم نداری، کار سخت تر باید بکن. حضرت زهرا گفتیم دیشب دیگه، گفت کار سخت تر باید بکن، باید بری تو کوچه داد بزنی. اولین کسی که تبلیغ دین مسیح می کند، پیامبرش را به آغوش می گیرد، خیلی حرفه ها، پیامبرش را به آغوش می گیرد و مردم معرفی می کند، مریم است. اولین کسی که سخن از مهدی آورد بین در و دیوار که بود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. چی گفت؟ گفت ولدی مهدی و سر المستودع فیها. ما کجای کاریم؟ متوجه نیستیم با کی طرفیم عزیز دل من. بعد آیا ببین قرآن خیلی قشنگ میفهمونه، از این که میگه برو بیرون، با یکی میگه بیا تو، ها میخواد بگه مقام ها با هم یکی نیست. یکی متحره عادی، یکم چی با مفعول مطلق میاره متحره کن تطهیرا، اینا هم یکی نیستن، لول خیلی بالاتره، خیلی طبقه بندی و دسته بندی بالاتره. بعد خدا فرمود فلا افسم به مواقع النجوم. کدوم سوره است؟ خیلی هم میخونید ها؟ واقعه. من به محل ستارگان به وجود من سکار، یا به زمانش، موقع میشه هم اسم مکان هم زمان، قسم نمیخورم. میخواد بفهمونی خیلی مهمه، درسته؟ و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، اگه بدونید که خیلی این مهمه. نجوم یعنی کیا؟ تو نجوم کدومشون میشه کوکب دوری که دیشب گفته تو ستاره ها میدرخشه؟ نجوم خودش یعنی چی؟ ستاره های درخشن، ستاره تو آسمون. میگه با سوینه یکیشون هست میدرخشه. ها؟ میگه آخه من چی بگم در مورد اینا، در مورد زمان به وجود اومده اینا قسم بخورم؟ خدای تو که جای دیگه هی زمین و آسمان رو یکی کردی که از شمس و کبرت و ازن نجوم منکدرت و ازن آ چی رو میخوای به ما بفهمونی؟ انهو لقرآن کریم، ها
خدا داره میگه من نمیگم حواستون به منه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتاب سر به مهر. قرآن کریم توی کتاب سر به مهر. میدونید دیگه ما یه ام الکتاب داریم بالاتر، قرآن عزیز ما صورت لفظی اون کتابه. قرآن ما صورت چی؟ لفظی حروفی اون کتابه. ام الکتاب جای دیگه هم خیلی گفته، کتاب مبین، ام الکتاب خیلی گفت. حالا میگم، میگه فی کتاب مکنون، اون کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، به مس اون کتاب که نمیرسه جز کیا؟ پاک شده ها. پاک شده ها کی هن؟ همین الان گفتیم انما یرید الله. انما یعنی چی؟ یعنی حرف حصر، یعنی فقط همینا، فقط همینا، به کسی دیگه هم ربطی نداره. یریدم که چی گفتیم؟ خواستنی که به هیچی ربطی نداره. یشا خواستن که به کسی دیگه ربط داره. گوشی این ریکورده فرض مال من، میگم بخوام بکنم زمین به هیچ کی ربط نداره، مال خودم، اما نمیتونم بگم چون مال خودم بکنم پسر شما، یه بر جریان منم، او میشه یشا، او یکی میشه یوری. میگه نما یورید الله، به شما ها چه؟ یه دلیلی داشتم لابد دیگه، به مواقع نجوم کار نداشته باشید شما ها. کاری که بهت میگم بکن، اگه شرط عبودیت همینه، چیزی که بهت میگم گوش کن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. چه پاکتون کردم. اصلا به مس قرآن نمیرسه. یک کدی بدیم و بگذاریم. یکی اومد این وسط گفت لامساس. گفت مسی بین این دوتا نباشه، بین قرآن و اهل بیت. نکته گفتم خدا شاهد. سیوطی از ابن مردوی نقل میکنه از پیامبر، میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. ها اینا رو میگه از حضرت پرسیدیم، پاسخ داد لا یمسه الا المطهرون. مطهرون همون مقربونن. در المنصور جلال الدین سیوطی اهل سنت صفحه 27 از بزرگان اهل سنت، صاحب تفسیر دیگه. مطهرون همون کی؟ بگید مقربون. مقربون یعنی کی؟ اونا که خیلی نزدیکن، قریبن دیگه، خیلی نزدیکن. غریب با غین یعنی دور، با قاف یعنی چی؟ نزدیک. حالا ببینید امام رضا غریب القربا، غریب القربا، غریب القربا، کدوم یکی؟ یه نگاهی بکنید نکات جالبی توش هست. مقربون میگه مطهرون، پاک شده ها همون اونن که خیلی نزدیکن. اینو برای اینکه بتونیم بفهمیم میریم یه سوره دیگه. اینا رو دارم میگم، وقتی دارم میگم مطهرون، شما مطهره، صدیقه، طاهره، لقب کیه؟ همه اینا رو خود دیگه نتیجه رو بگید در مورد زهرا. من دیگه تکرار نکنم، وقت نداریم شب آخر. بریم ببینیم آقا آیه جای قرآن در مورد این ها صحبتی شده؟ بله صحبت شده. شیرینه، کامتون شیرین میشه، اهل دل باشید از این بس. یه سوره داریم، سوره انسان، سوره هل اتا، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ها این سوره در مورد کی نازل شده؟ پنج تن عالم، درسته؟ در این کسی شک داره؟ شیعه، سنی، وهابی، سلفی، ناسبی تو این شک ندارن که او پنج بزرگواری که روزه گرفته بودن، امام حسن، امام حسین مریض شده بودن، نذر کردن روزه بگیرن. روز اول کی اومد؟ مسکینی اومد، افطارشون رو دادن. لوجه الله، برای کی؟ برای خدا. کسی خبر نداره. اومدن جنین مردم دادار دود. آی من قضامو دادم به فلانی، لوجه الله. مسکینن. شب دوم کی اومد دم افطار؟ یتیمن. سوم چی؟ اسیرا. تو همینم بازی پرانتزی تو ذهنتون باز کن، اینا که نمیگم نمیتونم بگم، نمیشه گفت، یعنی یا باید یا بحثی مطلب شه تا تهش آدم بره. اسیر چجوری اومد زیر دم در؟ آیا اینا مراد از اینا و بحث دیگه هم هست؟ مسکین و یتیم و اسیر بگذاریم. مسکینن و یتیمن و اسیرا اومدن افطارشون رو دادن. حاکم حسکانی از 24 طریق
اهل سنت 24 طریق یه روایت برسه، یعنی چی دیگه؟ نقل میکنه که این در وصف 5 تن بود، در حق علی و فاطمه، حالا آقا رسول الله نه، در حق عزم خواهم گفتیم 5 تن، علی و فاطمه و کی؟ حسنین بود. بعد ببینید میاد صحبت میکنه در مورد اینها دیگه، سوره شونه دیگه، قشنگ معلومه در مورد که ماجراشونه که نقل میکنه. ببین چی میگه، میگه ان الابرار، ابرار یعنی چی؟ نیکان. یشربونش، میخورن مینوشن شرب میکنن، من کأسن، از یک جامی کاسه، از یک جامی کان مزاجها کافورا، مزش از کافوره، خوشبوه. یک شرابی به اینها میدن، این مزه خوشبویی داره، مزاجش مزش از کافوره. حالا این از کجا اومده؟ اینجا رو دقت بکنید. ابرار، حالا باز ابرار من باز میکنم کیان بحثشو، میگه ابرار از یک، این خوب متوجه شه، ابرار از یک جامی میخورن که مزش از کافوره، کان مزاجها کافورا، مزه کافورش از کجا گرفته؟ میگه عینا یشربو بها عباد الله، میگه این مزهشو از چشمه‌ای گرفته که از آن مینوشن کی؟ عباد الله. عباد الله از یک چشمه‌ای مینوشن، یه قطره از اون انداختن تو جام اینا، اینا مست شدن ابرار. عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، این چشمه هم که عباد الله ازش مینوشن دست خودشونه، کجا جاری بشه، کجا جاری بگید، دادیم دست خودش، عشق میکنن اینجا جاری کنن، یه عده مست بشن از جام می اینها، عشق میکنن اینجا جاری نکنن، یه قطره میندازه ها، یه قطره از اون چشمه میندازه، او مست میشه. ابرار هنرشون اینه که عشق حالشونه، بریم از اون جام بخوریم، بریم از اون جام بخوریم که مزه گرفته، مزاجها مزه گرفته از چشمه که عباد الله دارن از اون می، خودشون تولیدش میکنن، میگن اینجا بجوش، یفجرون ها تفجیرا، از اینجا در بیای، چشم از اونجا در نیا، همه چی دست خودشونه. فمنون او امسک به غیر حساب، دست خودته، میخوای ببخش میخوای نبخش. در مورد ذوالقرنین چی میگه؟ میگه میخوای عذابشون کن، میخوای عذابشون نکن. عجب چه مقامی، میگه دوست داری، یعنی من میتونم بیگناه عذاب کنم؟ میگه دست خودته، میخوای عذابشون کن، میخوای عذابشون نکن. به ذوالقرنین گفت، فلازو برای همین من بحث داشتم سر ذوالقرنین، قد عادی ازش نگذرید. جلسه اول در مورد واسطه و نظام سبب و اسباب صحبت نکرده همین دیشب که یک نفر واسطه قرار میگیره، به این ذوالقرنین چه مقامی داره؟ میگه و آتیناهم من کل شیء سببا، سبب همه چیز در دست ذوالقرنینه. بعد امیر مؤمنان میفرماد انا ذوالقرنین. بعد امام حسن عسکری در وصف آقا صاحب الزمان میفرماد مثل او در میان شما مثل ذوالقرنین است. اصلا ذوالقرنین اسم نیستش که، صفته. صاحب دو شاخ کی گفته؟ یه جا دیگه قرآن بیار ببینم قرن به من یه شاخ باشه. صاحب دو امت، صاحب دو شاخه. ها؟ بگذاریم، نه بحث، نه بحث اصلیمون عقب میمونیم. چه مقامی دارن اینا؟ دست خودشونه، میگه عذاب میخوای بکن، عذاب نکن، ها همه چی دست خودت، میخوای چشمه این ور جاری بشه، نه. اینا کیان؟ اینا کیان؟ عباد الله داره میگه ها، که چشمه حیات دست اینا، چشمه کوثر این چیه؟ دست ایناست. میخواد بلا فاصله آیه بعدش میگه یوفون به نظر، اینا کسن که به نظرشون وفا کردن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و خوف و باک داشتن از آن روزی که، میخوای بفهمین خوف و باک چجوری بود؟ برو دعای کمیل امیر المومنین رو بخون. خدایا چجوری من نترسم وقتی قرار بین این طبقه ها قلقل برسیم، بجوشیم؟ خدایا اگه قسم نخورده بودی که پر میکنی جهنمو از شیطون و ذریه‌اش پیروانش، من باور نداشتم با اون مهربونی که تو داری به، اما حیف که قسم خورد. ببین هم خوف هم رجا چقدر خوشگل اینا رو به هم، ما ترس داریم،
کی داره از جهنم از قیامت میترسه؟ وای به حال ما. میگه یه جوری زندگی کن، اگه بهترین اعمالو انجام دادی به خودت بگی نکنه من جهنمیم. یعنی اینجوری خوف داشته باش از جهنم، از طرف دیگر چنان به رحمت خدا امید داشته باش که بگو اگه بیشترین گناهانم کرده باشم این خدایی که من میدونم چی میبخشه. اینا قابل جمعه؟ دعا کامل بخونید ببینید قابل جمعه یا نه. دعا کامل بخونید قابل جمعه یا نه. میگه اینا، این عباد الله که چشم جاری میکنن، ابرار یه قطره با قطره چکو میندازن واسه شون تو جامشون مست میشن، مزه کافور میگیره، اینا کسایی هن که به نظرشون وفا کردن. ادامه شو نگاه کن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و گفتن چی؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا داریم اطعام میکنیم شما رو، منتی برگردنتون نیست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکرم نمیخواد بکنی، ما از خدا دارم این کار انجام. زینب سلام الله علیها، دانش آموخته 5 ولی معصوم، وقتی پیکر مطهر ابا عبدالله رو به دست گرفت گفت چی؟ اللهم تقبل منا هذا القلیل، اللهم تقبل منا هذا القربان، این کمه در درگاه پیشگاه الهی چیزی نیستش، ببخش. ما اهل بیت دیگه از حسین بهتر نمیتونستیم بیاریم. اونجا حضرت زینب یک زن میشه زبان گویای بشریت عام و خاصتا زبان گویای اهل بیت، چون پنجمیه تموم که شد او باید بره به دست بگیره بگه ببخشید کمه در پیشگاهتون. اما برای اینکه حجت تمام بشه باید این اتفاق میافتاد. خواستت بر این بود، ارادت بر این بود، سمعم و طاعتا، هرچه از دوست رسد نیکوست. گفت چی دیدی دختر علی؟ ما رأیت الله جمیل، ما که جز خوشگلی چیزی ندیدیم، ما که جز زیبایی چیزی ندیدیم. ببین چطور اینا قابل جمع میشه در این زوات مقدس، در این وجود پاک. درس آموخته کی زینب کبرا اینجوری داره جولون میده علم داره میکنه؟ او فاطمه صغراست، فاطمه کوچیک. تو یک وجود مقدس امیرالمومنین حضرت زهرا نمود پیدا کردن، خیلی عجیبه. حتی در وجود نازنین امام حسن امام حسین اینطور نمود پیدا نشه، در وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها هم زن بود، فاطمه بود. پا امام معصومش چجوری وایستاد، اما مادرش رو گرفته بود. هم از اون طرف وقتی نعره میزد توی مسجد کوفه، وقتی تو شام از امام زمانش دفاع کرد شد علی، مردم کوفه گفتن علی زنده شده. توفران مردم معلم تفسیر خودشونو سنگ می‌زدن. خیلی عجیب این داستانی که گذشته باور نکردنی هستن. اینجا حالا ببینو ابرار کیا بودن. یا میگه ابرار، یه بار دیگه میگیم، از جامی سرمست میشن که یه قطره از چشمه‌ای که عباد الله، عباد الله کی؟ همون که اون 4 نفری که اومدن اینطور اطعام کردن. دیگه از این واضح‌تر در مورد شأن اینا داره صحبت میکنه. بعد برای اینکه بفهمی یه جاهایی میبینی نگاه کن، میگه آقا فلانی شاگرد این آقاست، خب بعد میگه آها، به جای اینکه به استاد توضیح بده بیا چیکار کن؟ آقا بذار یه جوری بگم، چون ممکن بعد ما شاید از استاد بزنی جلو. یه آدم ثروتمند سراغ داری، میگه این 1/10 فلانی پولش هم نیست، بعد به جای اینکه به پول اونو توضیح بدی بیا پول کیو توضیح بده؟ همین پایینیه رو. او بابا خودش حساب کار دستش چی؟ بریم ببینیم اینا کی هست. ما من دفعه کیو توضیح بدیم؟ ابرار. میگه کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، پرونده ابرار تو بالا مالا هاست. خدا بالا یعنی چقدر؟ خدا جواب تو میده، میگه و ما ادراک ما علیون. آخه شما چی میفهمید علیون؟ میگه بالا مالا هاست، چقدر بالا؟ میگه مخت سود میکشه، ماشین حساب صفرش جواب نمیده، از این ایای ارور میزنه.
خیلی بالا. و ما ادراک ما الیون، کتاب مرقوم، کتاب نوشته شده. یشهده المقربون، کیا شاهد نوشته شدن این کتابشون بودن؟ ها؟ مقربون. گفتیم مقربون تو آیه قبلی یعنی کی؟ مطهرون. عجب، این ابرار دومین باره که دارن ماجراشون گره پیدا میکنه با اون بزرگان. یه جا اسمشون میاره میگه عباد الله، اینا رو سرمست میکنن. حالا فهمیدی چرا؟ یه جا دیگه میگه چی؟ میگه اصلا شاهد بر اینها اون مقربونن. مقربون کیان؟ و سابقون از سابقون اولائکل، یا اونان مقربون اگه میخوای بدونی که اولائکل مقربون. تو زیارت جامعه کبیره چی میگی شما؟ میگه انتم الصراط الاقوم، شما اون صراط مستقیم اقوم محکمید. مستقیم خودش از محکم میاد و از قائم میاد، خب؟ قومه انتم صراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء. شما اینید، بری زیارت جامعه رو بشینید حرم امام رضا، فرصت دارید شما مشهدی خدا وکیلید، قدر نمیدونید خدا شاهد. من کار زندگی مجبور نبودم تهران باشم، شما شک نکنید میمادم توی یکی از این شهر رو زندگی میکرد. وقت خالی میکردم پا میشدم میرفتم تو حرم میشستم. به میخواد بری همه زیارت نام و فلان مثلا بشینید نقر، بشین هم استفاده کن، بشین تو اونجا فکر کن، از اون برو تو اون هوا. اونجا فرشته های موکل داره، این شیاطین را نمیدن، خودت هم میخوای بری تو ازشون اجازه میگیری. ادخل یا الله، بعد میای تو کجا؟ یا ملائکه الله الموکلین با هذا الحرم الشریف. اونجا را نمیدن، برو اونجا راحت باشی، ذهنت باز میشه. من فقط یه نکته خدمت شما میگم، من مشهد نیامدم الا اینکه از آقا علی ابن موسی رضا هدیه بگیرم. میام میرم خدمتشون میگم آقا جان، خود پیغمبر جد بزرگوار شما فرمود که لا یمسه این قرآن الا المطهر، کتاب الله و اطرتی لن یفتر. آقا اینا کنار همه، ما که سر درم یه هدیه به ما بدید. یا برمیگردی هتل یا یه تفسیر رو باز میکنی میبینی یه نکته که 50 بار اینو خوندی ندیدی، یا یه اندفعه میبینیش. نه که علم لدنی و وحی بشه برای قلبت، نه نمیخواد. میبینی اه یهویی داری میگه برگه آچار میدن بهت نگاه میکنی میگه نکته حدیثی، عجب حدیث، مثلا همون گمگشته تو بوده. بعد بررسی میکنی میبینی سند بسیار قوی. بده هدیه به آیه تو حرم امروز با آدم یه التماس دعا، خجالت نمیکش التماس دعا. ما خودمون نیاز التماس دعا داریم، ملتمس دعا. یا برو از امام رضا بگیر. به خود این سعودیای بدبخت بلند میشن میان، دیدی چجوری آرزو میکنن که همچین جاهایی باشن. بعد نشسته اینجا 6 ماه 7 ماه میشه میبینی حرم نمیری سری بزنه، بهانه میکنه ما یه سلامی از دور بدن، جنگ و کاسه گذاری مزخرفات. اون سلامی از دور واسه اون پیرزن 80 ساله که نمیتونه به کربلا، نمیتونه، کسی نیست ببرده، شاره دلش میسوزه، آتیش میگیره، اما دوست داره اونجا باشه. یعنی اصلش دوست داره باشه چون نمیتونه سلام از دور. واسه یللی تللی و نمیدونم پدیده رفتن و نمیدونم شاندیز بره و پارک آبی بره و پاساژ نمیدونم قصر زهرمار رو نمیدونم کوفته دردش فلان این چیزا، استاد همه رو فول. خودتون زهر میکنه. بعد ببین اینا چی گفت، این بزرگان عباد الله، عباد الله ابرار رو گفتیم که دیگه حساب کارشون چی شد. حالا در مورد حضرت عباس چی میگیم؟ میگیم رفع الله ذکرک فی الیین، خدا نام تو رو تو اون الیون که ما و ما ادراک ما الیون نمیفهمید الیون کجاست، نام تو رو اونجا برده بالا. همه ابرار باید برگردن عباس نگاه کنن.
رفع الله فی در اونا برد بالا، نه که الا، اینو گفتم در مورد شخص شخصیت حضرت عباس سخنرانی کرد، برد بالا، بالا بردنی. میگه تمام شهدا به رتبه عباس ابن علی قبطه میخورن. برای چی؟ برای اینکه رک به شما بگم، عباس پای کلاس تربیت حضرت زهرا نشست. حضرت زهرا دیده بود؟ تو هم میتونی بری پا کلاسش. کلاس درس حضرت زهرا چیه؟ یک جمله، برای امام زمانت بمیر، ولو زهرا باشی، یعنی خودت برای خودت یلی باشی، وقتی خلیفت الله علی الارض پاش میاد وسط، جان بده براش. برای همینه دیگه اون دنیا وقتی شفاعت دست از زهراست، وقتی امیرالمومنین میگه برو برای شفاعت، میگه چی میخوای ببری؟ با سر بریده امام حسین کار نداره، میگه دستان بریده اینجاش خوشگله، فرزندم عباس، فرزندم عباس. مادری میکنه، مادرش نه، مادری میکنه. ندیدش از زهرا رو هم پا کلاس درسش نشسته، میتونی بشینی پا کلاس درسشون، خدا شاهده این شهدای ما همینجوری پا کلاس درس تو همین دو روز، یکی دو روز بیشتر نیست از شهادت برونسی گذاشته. کی بود این برونسی؟ برونسی هم رزوش میگه اسم از زهرا نیامد الا اینکه اشکای نمجی میریخت، پا کلاس درس از زهرا نشست، گرفتن بردنش. میگه به خدا میدونم اون گلوله‌ای که میخواد منو ببره پیش خودم الان تو کدوم زاغ مهمات. یه کارگر ساده با سواد ابتدایی. سواد چی چی رو؟ همه علم دست اون است. اراده کنن دو قطره بیشتر میریزن. رجب علی خیاط سواد داشت؟ و پیرمردی که زدن پشتش گفتن بخون قرآن، می آوردن علمامون جمع شدن، آیت الله بروجردی، بزرگان، یکیشون که تا چند وقت پیش زنده بود، من با یکی از این بزرگان خودم صحبت کردم، اسمشون یادم رفت، خودش تو اون آزمون بود، میگفت ما تیکه هایی از مفاتیح که خیلی شبیه قرآن بود قاطی میکردیم میذاشتیم جلوش، حافظای قرآن اشتباه میکردن، میگفت نه این نیست، میگفت نه کجا میفهمی؟ ما این نور نداره، این نور این بقیش نور داره، یکی نور نداره، مثلا سلاحی بهت میدن. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. خیلی از این شعرا و عرفا به یه چیزای رسیده بودن، نمیمدن تو شعراشون میگفتن. من هیچ وقت مثل این شعر مولوی رو شنکا مالا مولوی درست نفهمیدم الا حرم آقا ابا عبدالله الحسین خلوت بود، یه دستم به ذریح بود و با یه دستم داشتم سوره جمعه میخوندم، بیدم گفتم عجب، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی میانه میدانم آرزوست. ها اون جام باده که اونها بدن آدم رو مست میکنه. ان الابرار یشربون من کأسا کان مزاجها کافورا. ادامه داره میگه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما خودمون از اون خدا، از اون روز عبوس و سرسخت میترسیم و خدا ما را از شر اون روز نگه داره. بعد میگه خدا چیکار کرد؟ و جزا هم، حالا اینا رو میگذرم دیگه، آیاشون میگه و جزا هم به ما صبرو، به خاطر این صبری که اینا کردن چیه؟ جنتا و حریرا. این صبر گفتیم ویژگی کیاست؟ جلسه دیشب اماما آیه داره، بله، و جعلنا منهم ائمه و از بین اونا بعضی رو امام کردیم، جعلنا ما قرار دادیم، خودشون نمیتونن جوری امام بشن، ائمه یهدون به امرنا، هدایت میکردن به امر ما، لما صبروا، اینا به این مقام رسیدن چون اهل صبر بودن. اصلا منتظر امام زمان با چی شناخته میشه؟ صبر. گفت استعینوا بالصبر والصلاة، صلاة یعنی ولایت اهل بیت، بحث کردیم قبلا در موردش که باز نمی کنم، و هر دو تاشو داشته باش. چقدر اهل صبریم ها. مقام صبر کردن کجا شروع میشه؟ از کم حرف زدن. جدی میگم، و یاد بگیریم کم صحبت کنیم،
صبور باشیم، چون اولین چیزی که آدم خود از خودش ارائه بده حتی زودتر از حرکات دست و پا چون بیشتر میره صداه. یه جا داره یه چیزی میگه سکوت کن، برای جایی که اون حرف هم بیرون نفسمون میخواد سکوت کنیم. خیلی خوبه. آسید علی قاضی میگن 20 خورده سال نگین انگشتر گذاشت زیر دهنش که حرف لغو نذاره زیر زبونش. من نمیگم بدین کارو بکنید، نه، اسوه ما آقا رسول الله ما کاری که حضرت رسول کرده شد انجام بدیم. این کار قاضی برای ما مسئله تعبدی نمیاره، برهان تعبدی نداره که میگم عبودیت ما بدیم کار بکنیم، نه، منتها آدم یه الگوهایی بگیره بعضی موقع چلی این حرف زدن رو بگیریم. ما خیلی از دعوایی که داریم خود حرفای بی خودی که میزنیم چرا زبون نمیگیره. آخ جلی این زبون رو نمیگیره، گناه بدتر از زنای با مادر انجام میده، غیبت. جلو این زبون رو نمیگیره تهمت میزنه، جلو این زبون رو نمیگیره مسخره میکنه، جلو این زبون رو نمیگیره ناسزا میگه. عجب عضوی، یا بهشتیت میکنه یا جهنمیت، همین عضوه، همین. 100 گرم گوشت کل پیکرتو میسوزونه تو آتش. میگه اینا بعد میگه اونجا کجا جای این عباد الله تو بهشت توضیح میده. متکئین فیها علی الارائک، اونجا نشستن لذت میبرن، میچرخونیم دورشون، هر چی بخوان براشون مهیا میکنیم، قطوف و حق طبلیل و میوه ها تو دستشونه، دم دستشونه، همه چی براشون هست. بعد اینجا رو نگاه کنید، و یسقون فیها، باز اینا اینجا رو نگاه کنید، یادتونه چشمه درست میکردن؟ میگه خود اینا مینوشند، خود اینا مینوشند. اینا دیگه از چی مینوشند؟ کأسن کان مزاجها زنجبیلا، میگه از چشمه زنجبیل مینوشند، مزاجش زنجبیله، عینن چشمه‌ای که نامش تسما سلسبیلا، سقاهم ربهم شرابا طهورا. کی دیگه این جامو به دستشون میده بگید؟ سقاهم، خود من خودم بهشون میدم. من دیگه از این واضح تر بابا والا بلنه تفسیر نمیخواست، یه سوره رو دارم همینطور میخونم. من خداست جام شراب میدم دستشون از چشمه سلسبیل، شراب طهور. چرا؟ اینا مطهرن، پا اینا نجاست ندارن، اینا رجس ندارن، اینا ناپاکی ندارن، همش نورن، همش نورن، مطهرن. یطهرکم تطهیرا، از اون چیزی که خود اینا می نوشن میاد یه چشمه برای ما درست میکنه، از اون چشمه یه قطره میندازه و ابرار میشیم. ببین کی هم با کی داری میبندی زندگی تو؟ برو گدایی کن، خدا شاهده در این خونه پیش این کس و ناکس و آقای ایکس و ایگرگ و دکتر و مهندس اینا خماراس نشی، برو در این خونه. مدده میشناختم، اسمشو نمیبرم، پیر غلاما، آدم بزرگیه، وصله، پسرش مریض شد، همسرش گفت بابا پا روزهای تو خیلی ها شفا گرفته، از ارباب بخوا بچه همون شفا بده. گفت نه، خودش اگه بخواد چی؟ میبینه دیگه. روز عاشورا بچهش مرد، پسر بزرگش، پسر رشیدش هم موتور افتاد، مرد، زیر بغلشو گرفتن آوردن، نمیتونست راه بره، داغ سنگین بود، زیر بغلش گرفتن آوردن روزه بخون، و من روزم رو تعطیل نمیکن. اومد گفت الحمدلله، عجب لطفی به ما کردید، تازه فهمیدم روزه علی اکبر یعنی چی. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، یعنی چی؟ یه اخ و اخی بهمون میکنن کافر میشیم، زمین و زمان رو یکی میکنیم کفر میگیم. چقدر سختی دید زینب کبرا، استخوان در گلو، خار در چشم، 25 سال کی بود نشست جلو چشش؟ کسایی که زده بودن تو گوش همسرش میچرخیدن،
نمیفهم یعنی چی. نمیفهم. پدرمون نظامی بود، بچه بودیم، سن و سال اونجوری نداشت، کوچیک بودیم. مادرمون آورد تو کوچه ما رو چرخوند و برگشتیم. یه همسایه داشتیم عرق خورد و مست کرد، نظامی بود، اخراجش هم کردن. یه اون خونه سازمانی که ما بودیم راه روی کوچیکی بود، فیلترهایی بودیم، ماشینای چیزا داشت، فیلترهای روغن رو همچنان چارپایی میکردن کامیونا. یه دونه از اونا گذاشته بود، قدش هم بلند بود، کل این سالن رو بسته بود، پاش درست کرده بود، چارپایی گذاشته بود، این ترافیک هم داره. و مادرمون داشت رد میشد، سر راه مادر ما رو گرفت، ما هم بچه بودیم. بعد گفت ما بعض موقع پسر خاله هم که از ما بزرگتر بودن، چون پدرمون هم میمدن خونه، کاری چیزی داشت مادرمون انجام میدادن برش، خریدی چیزی داشت انجام میدادن، این فرششون رو منون کی پاره کرده بود، مست کرده و قاطی کرده، میگفت بچه خواهر تو اومدن توی خونه فرش ما رو پاره کرد. این بلند شد، قد خیلی بلند، داد زد سر مادر ما. مادر ما مثلا تا سینه اینم نبود، من قشنگ یادم بچه بودم الان صحنه جلوی چشم باشه. هیچ هم نشد، تا داد و بیداد کرد مادرم سرش داد زد، فکر کرد اینجا شهر هرته، الان زنگ میزنم دژبانی، زنگ میزنم حفاظت، بیان ببینم چه. یارو پیچید رفت. هنوز که هنوز این صحنه تو ذهن من تکرار میشه، آتیش میگیرم که چرا من نتونستم کاری کنم. هیچ اتفاق خدا گواه نیفتاد، من یه دادی زد و رفت تو خونه شون، نیم ساعت نکشیده ریختن اومدن گرفتن کتبسته بردنش. نیم ساعت نشد، خدا بیامرزش، من یادم تیمسار مدداهی خود شخصا اومد پا ماشین، اینو انداختنش تو توییتا براشون بردنش، دستبند زدن قبونی پشت بردنش. هنوز که هنوز یادم میفته به هم میریزم. چی کشید امام حسن؟ یه چیزی میگم، یه چیزی میگم، جلو چشش این اتفاق افتاد. چی کشید علی ابن ابی طالب؟ اسدالله الغالب گفت سکوت کن، انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل و سکوت کنم. میگه امیر، حضرت امیر در منابع اهل سنت هست، میگه دیدم اگر شمشیر بکشم امت تکه تکه میشوند و به گذشته باز میگردند، به جاهلیت. سکوت کرد، در حالی که استخوان در گرو بود و خار در چشمم. چی میفهمیم صبر یعنی چی؟ چی میفهمیم عزیز دل من 18 19 تا از خانوادت برن تیکه تیکه بشن جلو چشت، اربن اربا برگردونن؟ چی میفهمیم؟ بعد نماز شب ترک نشه مونتا، چون نمیتونی پاشی نشسته بخون. چی میفهمیم ما؟ آرزو داریم یه قطره هم بنوزن تو جامعه ما، ها؟ چقدر جنبه داری؟ چقدر بزرگ شدی بشه بار مسئولیت بر دوشت گذاشت، بار بلا بکشی، جور کش بشی، دردی کش بشی؟ نه بابا، لافه. من خودم هم حرف میزنم دارم لاف میزنم، لافه. چند بار بهت فوش بدن برمیگردی قاطی میکنین، ها؟ چند تا تو همین مملکت دو تا فوش شنیدن رفتن خارج تو ماهواره شروع کردن فوش دادن؟ دو تا فوش شنیدن خدا شده، دو تا مسئول باشون بعد برخورد کردن، زمین و زمان رو فوش میدن با برخورد دو تا کجوکله، برخورد بعد دو تا کجوکله بدی، نتیجه بدی اسلام میگیرن. کجایی کنیم؟ کی ما حرف بزنیم؟ نوش جونشم، سقاهم ربهم شرابا طهورا. خود خدا بهشون دیگه جام بلا بهشون میده، ها؟ میگه دیگه اونجا آرامش محضه. یاد اونا، میگه امیر المومین و حضرت زهرا روایت داریم، دارن تو بهش میرن لبخند میزنن، نوری از دندانهای مبارک ساطع میشه که تمام اهل بهش غرق در لذت میشه. داریم در کامل و زیارت، میگه کامل و زیارت جز موثق‌ترین کتاب های شیعه است، ابن قولبه میگه، میگن بیاد برید بهشت، بوری همه دمه در میگن بیاد برید بهشت، میگه بزنیم چی داره، میگه
میگه دارن از حسین صحبت میکنن اونجا. یه جمعی هم دارن از حسین ابن علی صحبت میکنن، درای بهشت باز میکنن، بهشت میگه بیاد برید تو، میگه یه دقیقه ساکت ببینم چی میگه، نگاهشون هم نمیکن. یه نشأه هاشو این دنیا حس میکنیم نه، یه جایی پرده یه خورده کنار میره، بعض موقع میره حرم یه حال خوشی بهت دست میده، یه نشأهاتی از اون نشأهاتی از اون رو میگیری، از اون سرمستی رو آدم احساس میکنه. وقتی چه این پرده های خورده کنار میره، حجابا کنار میره، چی میشه آقا؟ میبینی زار زندگیشو میبخشه. پیاده روی کربلا 40 دستتو میگیره گریه میکنه، میگه بیا خونمون. با اعتماد کامل برای اولین بار قضا با خودت نمیبری، میری میگی آقا به زور میخوام ببر، نمیخوام. یه خوردیم پرده ها کنار میره، اینجوری میشه دیگه. ما خودمون حجاب درست کنیم بعد میگیم چرا به اهل بیت نمیرسیم، چرا زندگیمون گیره، چرا بدبختی داریم، چرا بیچارگی داریم. چی بابا ما چی داریم میگیم؟ تو اینا، توی این بزرگواران، اونی که صفت طهره به خودش گرفت فاطمه بود، مطهره. همشون پاکن ها، اما باز تو اونی که چی شاخ، همه اماما صادق نیستن، همه اماما کاظم نیستن، همه اماما رضا نیستن، همه اماما امام الرحمه نیستن صفت پیامبر، اما هر کدوم میبینی چی شاخصش میشه، جز خصائصش میشه. خصیصه زهرا تو این همه پاکا که شراب طهور برای مطهرینه و مطهرین همون مقربونن و مقربون همون السابقون السابقون، اینا سبقت دارن میگیرن. این لقب مطهره گرفت، با این مطهره این برخورد شد. اینو باید بفهمیم من و شما. این مقام پاکی مال زهراست. در آن دنیا که همه برهنن، بر روایت رو بخونید، وقتی میاد فرمان داده میشه سراتون رو پایین بنازید، حضرت زهرا میاد با حجابی از نور سبز از زبرجد میاد ردش میگه سراتون رو بنازید پایین. به ما صبرو، من و تو بودیم کافر میشدیم، 1000 میدیدیم، به خدا کافر میشدیم. برای همین دیگه میگه اون چی که تو ذهن متقین میگذره اگر مؤمنین بدونن کافر میشه. مقام ها متفاوته. میگه اونی که از ذهن سلمان خطور میکرد اگر چی؟ ابوذر میدونست کافر میشد. مقام ها متفاوته. آقا خطبه حمامو خوندی؟ خطبه متقین امیرالمومنین؟ گفت یا علی بگو صفات متقین چی هن؟ گفت نگم برای تو بهتره. گفت نه یا علی بگو، میدونست ظرفیت رو نداره. خطبه متقین رو خوند، همونجا مرد. بل بخونید امیرالمومنین خطبه رو خونده دیگه، الان من و تو میخونیم بچه زنده ایم. تازه رتبه سومه، مسلم، مؤمن، متقی، 7 بالا این هست. تا به 10 برسی، تازه 10 معصومه، مثل امام معصوم نیست یا او بالاتر از این هست. سرمون کردیم تو آخر دنیا، خوشیم برای خودم. لا یمسه الا المطهرون، به اون کتاب مکنون کیا میرسن؟ تو کتاب مکنون چیا حرف شده؟ شما ببینید تو قرآن چی نوشته. تو اون کتاب مبین چیا توش هست؟ میگه ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میگه اینا به مثل اون کتاب رسیدن، رطب و یابسی نیست که الا ندونن، تر و خشکی نیست، ذره تو ظلمات ارض، تو تاریکی های زمین، نه که روشنایی هاش، همه رو دسترسی دارن. اینه که میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیرالمومنین. الحمدلله خدا چی لطفی ما کرد. اینه که آقا امیرالمومنین فرمود شیعه های ما مثل زنبور عسل، اگه میدونستن چه شهدی در درون دارن، این شکم خودشونو پاره میکردن تا از شهد خیش میخوردن.
چقدر شاکر این لطف الهی هستیم. سعدی گفت در هر نفسی چند تا شکر. دو تا میگم بازاری حساب کرده. آخه بازاری ما میگیم 2000 تومان، بازاری 2 تومان یه چیز دیگر میگن، 2 میلیون رو میگن. ما دیگه 2 تومان یاد 2 تومانی بده یعنی 2000 تومانیه. اونا 2 تومان پس ریختن به حسابت، نگه 2000 تومانی، 2 میلیون تومان. شاید سعدی اینجوری گفته، شاید میلیونی گفته. بر ولایت علی ابن ابی طالب و خب به زهرا و اولادش بزنید 2 به توان این. شکر واجبه که از چی رستیم. آیات مختلف قرآن، خداوند هر چه بخواهد مح و هر چه بخواهد اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست، عنده ام الکتاب. آقا و ما غائبت من السماء والارض الا فی کتاب مبین. میگه هیچ، ببین پنهانی نگه بودن ها، غیب دیگه بابا اینا. میگه همش تو کتاب مبینه. گفت کتاب مبین دست کیه؟ سوره یاسین اشتباه نکنم میگه فی امام مبین، دیگه کتاب نمیگه، میگه کی؟ یه امام. به همین رو دسترسی داره. من آیاتش رو میگذارم، مفصل آیات داریم که هی کتاب مبین، امام مبین، همه ی ریز و درشت، همه چی، هیچ جنس ماده‌ای باردار نمیشد و وزر حمله میکنن قرآن ها مگر به علم او، و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمیشد مگر این که در کتاب ثبت است. الا فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. همین آیه قرآن میگه همه چی در دسترسشونه. از امام ابی جعفر حسن ابن علی العسکری پرسیدند از فاطمه برا ما بگو، فرمود و لقد کانت فاطمه مفروضت طاعه على جميع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحوش والانبياء والملائكه. اطاعت فاطمه بر همه مخلوقات خدا از جن و انس و پرندگان و وحوش و انبیا و فرشتگان واجب شده. اگه میخوای به خدا برسی باید اطاعت از او کنی، باید تصدیق کنید اون کلمه مقدسه طاهره رو. حتی چی؟ دقت کردید؟ وحوش. سوره تکویر میگه و از الوحوشه حشرت، وقتی محشور بشن و وحشی ها سؤال ازشون خواهد شد به ایه زندن قتلت، به کدام این گناه کشته شد. بله بطن اول از امر زنده به گوراس ها، اما چجوری استفاده کرده؟ مفرد مؤنث غایب استفاده کرده، فعل مجهول، به ایه زندن قتلت، به کدام این گناه شد. آن یک زن جمع نیست. قرآن دیگه میگم، گفتم بعد بذار بگر پیدا کنی. فاطمه ای که به مقام ام ابی ها رسیده، گفتیم دیشب دیگه به زنهای پیامبر میگه من باب احترام اینا ام المومنه، یعنی نمیتونید باشین ازدواج کنید. مادر نقش تربیتی داره، مادر یعنی اصلا من نشأت گرفت. در مورد این بحث ها کردن میگه انما المؤمن ابوه نور و امه رحمه. این ام الزاما مادر جسمی آدم نیست. حضرت رسول میخواد احترام خودش رو بفهم، از احترام از زهرا بفهمه، گفت ام ابیها، تو مادر پدرت هستی. اگر همه زنانم ام المؤمنینن، امهات المؤمنن، تو مادر پدرت هستی. و حتی در روایاتی داریم از آنجا که خلقت ملک به واسطه حضرت زهرا بوده، روایت داریم ما ملک به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، تمام جسمیات و ملک، یعنی اون جز آدم زمین، جسم پیامبر هم به واسطه از زهرا آفریده شد. یه روایت داریم. بعضی این چیزا رو من میترسم ادامه بدم قاطی نکنیم بازم. فرامون روایت داریم که به واسطه نور او خلق شد تمام ملک، ملکوت نه ملک، که حتی جسم پیامبرم به این واسطه است. فصل لرب بکنر گفتیم و گذشت. مقام بعدی مقام غضب فاطمه. آقا رسول الله فهمو شیعه و سنی اینو با سند صحیح چی؟ نقل کردن دیگه. یا فاطمه ان الله عز و جل یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. زخائر العقبه مثلا یک مورد صفحه 39 از اهل سنت.
خدا با غضب تو غضبناک میشه، با رضایت تو چی؟ راضی میشه. این یعنی چی؟ این قبلش گفتم ها، گفتم میخوای ببخش، میخوای نبخش، این چشمه رو هر جا دوست داری جاری کن، درسته؟ میگه خدا با غضب تو غضبناک میشه، با بخشش تو میبخشه. یعنی چی؟ راضی میشه. یعنی نه اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها خلاف رضایت خدا یک کاری کند خدا نظرش رو چی؟ عوض کند. نه، این معنی رو میرسونه که عین غضب حضرت از غضب حضرت زهرا عین غضب خدا و رضایتش عین رضایت خداست، هیچ فرقی نداره. آقا کارشناس داره رئیس فلان اداره، میگه بدید کارشناسم اگه تایید کرد منم چی؟ تایید میکنم، اگر رد کرد منم رد میکنم. یعنی چی؟ یعنی قبولش دارم، قبلا بررسی کردم، نظراتش عین نظرات خودم، اصلا دارم بهش حقوق میدم که وقتم چی بشه؟ آزاد بشه دیگه. ها خب مسلمون، چرا خودتو با اهل بیت در میندازی؟ بیا برو ببین کیا شاکی بود. گفت به خدا سوگند شما را نمیبخشم و بدانید پس از هر نماز شما را نفرین میکنم و بر پیامبر وارد نخواهم شد الا اینکه از شما شکایت خواهم کرد. بابا اینا که همش تو منابع فریقین آمده، یعنی مشترکه بین شیعه و سنی. خیلی مقامه ها خدا شاکی بشه، شاکی بشه، راضی بشه وقتی تو راضی هستی. مقام کثرت که از آن فاطمه است. اینو چون تو سخنرانی دیگه خیلی گفتم، اینجا نکته میگم که اونجا نگفتم، اینا رو برید بچسبونید خودتون، اتش کنید به اونا. گفت به اولاد ابراهیم کثیر خواهم کرد، ای ابراهیم از تو نسل کثیر به وجود خواهم آورد. توی تورات باب کتاب پیدایش باب 17 آیه 20 میگه در خصوص اسماعیل، این کثرت فقط از فرزندان اسماعیل است. تو را اجابت فرمودم اینا که را برکت داده بارور گردانم و نسل کثیر از وی به وجود آورم. این آمد در وجود نازنین حضرت زهرا تجلی پیدا کرد. همه منتظر بودن کی به دنیا بیاد؟ یک پسر از پیامبر. هی دخترها بکری دختراشون و خواهرشون بچه‌ها مینداختن به پیغمبر. ابو سفیان ام حبیبه رو داد، دید بچه دار نمیشه از پیغمبر، میخواست طلاقش بگیره یه دختر دیگه شو بده. دیگه پیامبر اومد گفت با بلا تعرضن علی اخواتکم و بناتکم، بس دیگه انقدر دختراتون و خواهراتون رو من غالب نکنید. دیگه خدا دید پیامبر شاگیش آیه اومد که دیگه نمیتونه ازدواج کنه پیامبر. جمع کنید، گفت اینا حکم خدا، برم کنید. میدونید اینا خیلی بی حیا بودن، خدا شاهده. تا آیه قرآن نمیومد حرف پیغمبر قبول نمی کردم، می گفتم پیامبر پست چیه؟ تمام شد، تو فقط یه آداپتوری که میتونی وحی رو برای ما قابل ترجمه کنی و نه بیشتر. به خدا از رفتارشون همین برمیاد. میرفتن میشستن جلو پیامبر، داد میزدن تو صورتش، آب دهانشون میپاشید رو صورت پیامبر. آیا اومد صداتون از صدای پیامبر بالاتر نبرید؟ کلت ساعت دو نصف شب میزد تق تق تق، میرفت خونه پیامبر، میگو آقا بدون اذنش وارد خونهشون نشه. آقا پیامبر تو خونش نشستید هیچی به شما نمیگه؟ به خاطر محبتش و رحمتا للعالمین بودنش و خجالت بگید تا سه نصف شب خونه کسی نمیشه، باشه برو خونه دیگه. این آیه داره. آخر من گفت آقا پیامبر دیگه اجازه ازدواج بگی چی؟ نداره. ول کنید دیگه، فکر کنم 52 احزاب اشتباه نکنم، اشتباه نکنم سوره احزاب. خب بس دیگه، همه منتظر که این پیام. وقتی اشتباه نکنم قاسم بود پسر پیامبر، فوت شد عاص بن وائل، اومد تیکه انداخت پیغمبر، راه میرفت کوچه میگفت ابتر. تو عربی که هر کدوم 20 تا پسر داشتن، حالا این پیغمبر پسر بگید نداره، قصه میخوره، تیکه مینداختن. سوره اومد گفت نگران نباش، انا اعطینا کل، ما کوثر رو به تو عطا کردیم. کوثر خیر بی حد و حصره، یعنی انتها نداشته باشه،
خیلی کیفی که انتها نداشته باشه. یه کسرت، یه کوثر داری شما که میدونه دیگه، وقتی واو ساکن باشه قبلش مفتوح یا مضمون باشه، شما میتونید به هر جور دوست داری تلفظ کنی، قوم یا قوم، یوم یا یو. منتها کاف چون حرف تصغیره، یعنی حرفی که کوچیک باید تلفظ بشه، بهتر بگی کوثر. برای همین میگم، حالا ما غلط مصطلح میگیم کوثر، حالا ایبی هم نداره. کوثر با تکاثر فرق داره. تکاثر یعنی کمیت. گفت الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر. میگه انقدر احمق بودید که تو کلکل، این قبیله عربی تو کلکل که با هم داشتن مرده هاشون هم میشمردن. با برو جمع کن، ما هزار تا قبر داریم. میگه میمونی مرده میشمرید، یکی مرد جنگی به هر 100,000 تن. کوثر بهت دادم، یه دختر ازت باقی میمونه، اونم تو عمر کم میکشنش، شهیدش من. اما اگه از همین من شجره پهناور و پر خیر و برکت یکیشون اندازه تمام دادم. لیلۃ القدر خیر من، بهتون رو باید نگاه کنید. لیلۃ القدر یعنی کی؟ لیلۃ یعنی فاطمه، قدر یعنی خدا. لیلۃ القدر یعنی فاطمه خدا، به خودش نسبت میده. یه فاطمه میارزه به چی؟ الف هزار ماه. وقتی اون دوره صحابه اومد دیشب، دیروز گفتم، بنی امیه تقریبا 1,000 ماه حکومت کردن. کی تعویل اینا رو میفهمه جز اهل بیت؟ کی میفهمه؟ میدید اون تنزل الملائکت و روح، اون روح اونجا یعنی کی چی؟ روایت داریم تنزل الملائکت و روح یعنی فاطمه است که شب قدر نازل میشه بر هر امامی و تقدیرات شما نوشته میشه. نگفتم واسطه فیض حتی بر ائمه است؟ یه فاطمه است که نازل میشه. خود روایت داریم چکار کنم؟ میگه و ما ادراک ما لیلۃ القدر. آخه شما چه میفهمید فاطمه کی؟ چطور میخواید مقامش رو بفهم؟ تکاثر نیست، کسرته. کسرت. مقام بعدی حضرت زهرا سلام الله علیها، اینو بگم و تمومش کنم. تاییدیه امامت با زهرا بود. یه روزی خود صحبت کردم، میخوام بحث کنم زهرا. یعنی اگر حضرت زهرا نمی بود، مهر امامت اصلا تو بین جامعه اسلامی شناخته نمیشد. همه از خودشون الان داری از خود میپرسی. خب این حضرت زهرا ببین، بر شیعه و سنی آشکار مقام حضرت زهرا، حداقل سیدت النساء العالمین تو این دنیا و اون دنیا از اول تا آخر. این چرا خون میده به پای علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب چه مقامی داره؟ اگر این اتفاق نفتش، مقام امامت درک نمیشد. والا درک نمیشد. ابن قتیبه در امام و سیاسه، الامام و سیاسه، نقل میکنه، این متن رو میخونم. عمر به ابوبکر پیشنهاد ملاقات با فاطمه را داد پس از اتفاقاتی که افتاد، زیرا آن حضرت از آن دو شخص غضبناک بود، اما آن حضرت به آن دو اجازه نداد. من نمیخوام به ملاقات همیم. نزد علی رفتند و او را واسطه قرار دادند. خیلی خدا وکیلی نزدم شه حضرت علی، چون مطمئنن بر چی پاش گیره یه جایی، اونم چیه؟ مصلحت اسلام. میرفتن مشاوره میگرفتن از حضرت علی، مشاوره نده. مثالش زدم دیگه، الان فرض کنید دولت یه مشکل اقتصادی پیدا کنه، فرض کنید به نیاز به چه میدونم وزیر اقتصاد دولت قبل داشته باشه، بره بگه آقا کمکم میکنه، او چی بگه؟ بگه بیام کمکتون کنم به اسم شما تموم بشه، به اسم دولت شما تموم بشه. چی؟ ولش کن، برو با این مردم بذار تو مشکلات اقتصادی بشن. ها چی باید بگه آدم درست؟ خب بگه ایبی نداره، مردم مشکلن. میدید زنر دارن میبرن سنگسارش کنن، امیر گفت کجا میبرنش؟ گفت هیچی، فلان خلیفه فتوا داده که باید سنگسار بشه. برای چی؟ برای اینکه زنا کرده. بعد امیرالمومنین گفت بابا این اینجوری نیست، اونجوری از سنگسار نجات شد. حضرت علی بهش بگه درک بذار بره اعدام بشه.
نه بابا مصلحت اسلامه، بی بدبخت دیگه داره کشته میشه. زن دیوانه رو میخواستن چون زنا کرده میخواستن اعدامش کنن، سنگ سارش کنن. امیرم میگفت من نشدید که بر دیوانه حرجی نیست، بر طفل صغیر و دیوانه و خواب فرد که خوابیده تا موقعی بیدار بشه، چون اختیار نداره. چیکار کنم امیرم؟ علی را واسطه قرار می، حضرت علی را واسطه قرار نمیرم اونجا. اما آن حضرت صورت خود را از آنها برگرداند، پس سلام کردن، اما جواب سلام آنها را نداد. یا زهرا نمیدونی شما پیامبر فرموده که جواب سلام واجبه؟ جواب سلام آنها را نداد. خلیفه اول گفت ای حبیبه رسول خدا، به خدا سوگند که نزدیکان و فرزند رسول خدا را از نزدیکان خودم بیشتر دوست می‌دارم و تو را بیشتر از عایشه دخترم دوست دارم. ای کاش روزی که پدرت وفات کرد من هم می‌مردم و بعد از او نمی‌ماندم. آیا نمی‌نگری که من تو را می‌شناسم و به فضیلت و شرفت آگاهم و اینکه حقت را از میراث رسول خدا مانع شدم؟ فقط به این جهت است که شنیدم از رسول خدا که می‌فرمود ما پیامبران ارث نمی‌گذاریم، هر چی از ما باقی بماند صدقه است. مجره فدک دیگه. خب از این طرف آیه داریم تو قرآن که میگه چی؟ حضرت داوود به سلیمان ارث رسون. ارث چی میشه؟ حضرت پاسخ میده اگر حدیثی از رسول خدا بگویم آیا قبول میکنید و بدان عمل میکنید؟ گفتند آری. گفت آیا نشنیدید از رسول خدا که میفرمود رضایت فاطمه رضایت من است و ناراحتی او ناراحتی من است؟ هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد مرا دوست داشته است، و هر کس فاطمه را راضی نماید مرا راضی نموده است، و هر کس فاطمه را ناراحت و ناراضی نماید مرا ناراحت و ناراضی گردانده است؟ گفتند بله، ما همین را از رسول خدا شنیدیم. اون فاطمه گفت من خداوند و ملائکه الهی را شاهد و گواه میگیرم که شما دو نفر مرا غضبناک و ناراحت کردید و مرا راضی نکردید، در حالی که پیامبر را ملاقات میکنم که از شما دو نفر شکایت خواهم برد. ابوبکر گفت به خدا پناه میبرم از نارضایتی خدا و نارضایتی تو ای فاطمه. سپس ابوبکر آنقدر گریه کرد که نزدیک بود جان از بدنش خارج شود، در حالی که فاطمه میگفت به خدا قسم در هر نمازم تو را نفرین میکنم. سپس ابوبکر در حالی که گریه میکرد از نزد آن حضرت خارج شد. مردم اطراف او جمع شدند. ابوبکر گفت من احتیاج به بیعت شما ندارم، بیعتتان را پس بگیرید. بدونید بعدها هم هنگام وصیتش خود خلیفه اول گفت من به خاطر سه تا کار خودمو نمیبخشم. اینا با سند بسیار صحیح اومده. دو تای اول حالا توضیح هم نمیده، اما سومی رو میگه به خاطر یورش به خانه فاطمه برای بیعت گرفتن. تو پشیمونم شد. امامان 33 صفحه 17 تو صفحه 16 اش میگه، ابن قتیبه میگه علی کرم الله وجهه. یعنی تو صحابه فقط این کرم الله وجهه برای کی استفاده میکنن؟ فقط برای حضرت علی، بقیه میگن رضی الله عنه. بعدها آروم آروم نویسندگان اهل سنت رضی الله عنه بر حضرت علی هم آوردن، چون این شاخص بودن حضرت علی رو نشون میداد. کرم الله وجهه یعنی او صورتش به پرستش بت‌ها روش به سمت بت‌ها نیفتاده. تو صحابه فقط علی اینطوره. علی ابن قتیبه میگه صفحه 16 میگه علی کرم الله وجهه تا بعد از موت فاطمه رضی الله عنهما بیعت نکرد. این چیو میرسونه که دستگاه حاکمه تا موقعی که حضرت زهرا زنده بود بر بیعت زیاد اصرار نمیکرد، اما بعد از شهادت حضرت زهرا شدید امیرالمومنین تحت فشار قرار گرفت، چون نیاز داشتن به بیعت. یعنی علی هم ما رو پذیرفت. عمر گفت آیا در مورد خودت بیعت به او را امر نمی کنی؟ به خلیفه اول گفت. ابوبکر جواب داد او را برای هیچ چیزی اکراه نمی کنم تا موقعی که فاطمه در کنار اوست. گفت تا فاطمه زنده است هیچ کاری نمیشه. سپر ولایت رو می بینی؟ گرفتی چی شد؟ امیرالمؤمنین در پناه حضرت زهرا بود. اما داستان کجا خراب شد؟ آنجا که حضرت زهرا از دنیا رفت. بعد از شهادت تو کوچه میرفت سلام بهش میکرد جوابش نمیداد. خیلی حرفا، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، حق تو بخورن، زن تو بده. خود امیرالمومنین وقتی داره دفن میکنه پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها رو چی میگه عزیز من؟
میگه این امت جمع شدن برای هضم فاطمه، برای اینکه خوردش کنه، برای اینکه لهش کنن. اینا با هم اجتماع کردن، با هم جمع شدن بیان این کارو بکنن. استخبر هلحال، یا رسول الله از فاطمه باید حرف بکشی، استخبارات، اطلاعات به زور کشیدن، استفعال به زور یه کاریو کردن. تو گفت فاطمه حرف بزن نیست، میگه کاری نکردیم برای علی. اومد اون طرف استخبر هم فحفه از سؤال، سؤال پیچ کردن، فحفه از سؤال یعنی سؤال پیچش کن. گفت فاطمه حرف نمیزنه، میگه کاری نکرد. اصلا این حضرت زینب تربیت یافته همین مکتب. گفت به زور ازش سؤال پیچش کن. چقدر عجیب. پس تا حضرت زهرا زنده است، امیرالمومنین در پناه حضرت زهرا است، سپر ولایت علی. تمام شد بعد از حضرت زهرا، خیلی سخت گذشت بر امیرالمومنین، خیلی نسل عوض شد که اومدن سراغ علی. 25 سال گذشت. ابی اسحاق الثعلبی از مجاهد میگه که رسول خدا در حالی که فاطمه را به دست گرفته بود فرمود هر کس این را میشناسد که میشناسد، و هر کس نمیشناسد بداند که او فاطمه دختر من است، او پاره تن من است، او روح من در کالبد من است. پس هر کس او را اذیت کند مرا آزرده است، و هر کس مرا بیازارد خدا را ناخشنود و ناراضی کرده است. عوالم العلوم صفحه 115. اینا مردم میشنن. و سوالی که مطرح شد این بود، مگه پیامبر تأکید نکرد شیعه و سنی نقل نکردن؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن. این عبارت کتب معتبر اهل سنت با سند صحیح اینه که زهرا تا زنده بود بیعت نکرد. فحجرت فاطمه و با قهرم مرد از اینا. پس چطور میشه حضرت زهرا جاش چیه؟ بگید الیاذ بالله، جهنمه دیگه، چون با امام زمانش بیعت نکرد. پس این حدیث پیغمبر چیکار کنیم که میگه جاش تو بهشته که سیدت النساء اهل الجنه است؟ بلش کن، سرتو بکن تو برف، زیاد سوال نپرس خودت، سوالا رو بعدا نکیر و منکر میپرس. دیدی بعضی گول میزنن یه کتاب درسی دارن میخونم، یا ولش کن انشالله که اینجا سوال نمیاد. با انشالله و ماشالله اینجا چیزا کار پیش نمیره. بخون، کلا سر خودت نذار. حتی جاهای ما در زیارت نامه های اهل بیت علل خصوص امام عزیزمون ولی نعمت اون آقا علی ابن مسترزا، وقتی میخوایم میگه السلام علیه یا وارث آدم صفوت الله، همینطور یکی از نکات چیه؟ میگه یا وارث کی؟ فاطمه. میگه شما ارث بودید. در مورد ابا عبدالله هم چیه؟ همینه، تو وارث فاطمه. عرضم رو تموم کنم، تو وارث امامان از تو ارث بردن یا زهر. برای همین وقتی قسمشون میدی به مادرشون، حجتشونه دیگه، حجت خدا بر ماست. عرایزم رو با یک شعر تمام بکنم. لحظه به لحظه غسل تو را پیر می شدم. امیر المومن می فهمد. لحظه به لحظه غسل تو را پیر می شدم. از زندگی نفس به نفس سیر می شدم. از غسل سر به چوبه تابوت می زنم. جان می کنم من از تو، ولی دل نمی کنم. حالا که زخمهای تو مرهم گرفته است، بانو تمام خانه من غم گرفته است. سنی نداشتی، چقدر پیر می روی. سنی نداشتی، چقدر پیر می روی. شرم از قد هلال تو حالم گرفته است. کس کرده خاطرات تو را می کند مرور. یک گوشه زینب تو ماتم گرفته است. جز چند تکه کفن بین بخچه چیست بر سینه می گذارد و محکم گرفته است.
زهرا گمان نمی کنی، زهرا گمان نمی کنی اندازه تو را تابوت ساز خانه کمی کم گرفته است. بوسه حسین بر کف پای تو می زند، امشب برای عمر کمت دم گرفته است. با زخم بال پر زدنت سرخ گشته است، گلبرگ های یاسمنت سرخ گشته است. چند جای تن تو شده کبود، چندین و چند جای تنت سرخ گشته است. این زخم سینه بدقلقی می کند هنوز، سرباز کرده و کفنت سرخ گشته است. از بس که آستین به دهن گریه می کند، از بس که آستین به دهن گریه می کند، از بغض صورت حسنت سرخ گشته است. وا شد گره زرو سریت، وای بر دلم،